سلام دوستان عزیز، این پنجمین برنامه من با امیر هستش. ما تو برنامه قبلی والپوشاو از برنامه امیر حذف کردم، به خاطر اینکه امیر دیگه قوی شده، نیاز به والپوشاو ندارم و این بار میخوام از اینکلاین پوشاو، میز شیبدار استفاده کنم، یعنی شنای شیبدار. دوستان عزیز، در مورد این میکروفون، دیگه من این میکروفونم خریدم که دیگه فقط صدام قشنگ ضبط بشه، دیگه صدای جارو برقی هم شما نشنوید. دیگه خیلی هاتون گفته بودین صدای جارو برقی. خب دمتون گرم، شروع میکنیم. دیگه به حالت امیر از اینجا بگیر، خب قشنگ به حالت خودتون قرار بدید. اول همیشه سعی کنید کمرتون قوس، یعنی هول بدید، کمرتون قوس نشه به حالت. بعد برید پایین، بعد بالا، پایین بالا، یعنی موقع اینجا میرید اینجا سینتون به لبه قرار بگیره. خب برو امیر ببینم چی کار میکنی. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزه، شونزه، هیفده، هیجده، نونزه، بیست، بیستا. خیلی خب، عالیه. امیر دیگه بیستا تونست، دیگه نیاز نداره که دیگه امیر این کلاین پوشاپ بره، دیگه امیر قوی شده. پس من برای امیر چیکار میکنم؟ من برای امیر دیگه نی پوشاپ رو ادامه میدیم با شنای معمولی. دیگه امیر استارت میزنه برای شنای معمولی. و اما دومین حرکت من امروز با امیر نی پوشاپ هستش که به این صورت اجرا میشه. اگر امیر بتونه نی پوشاپ رو 20 تا بره، من نی پوشاپم از برنامه امیر حذف میکنم. بازم یه فشار بدید، یه هول، که دستون قشنگ کمرتون راست بشه و نی پوشاپ به این صورت برید. بید پایین، بعد بید بالا. بید پایین، بعد بید بالا. بید پایین، بعد بید بالا. خب حالا امیر برو، امیر چند تا میتونه بره؟ اگر امیر میتونه 20 تا نی پوشاپ بره، من از برنامهش حذف میکنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ولی از برنامه امیر نمیتونه حذف کنه. امیر دیگه اینقدر باید نی پوشاپ بره که بعدش دیگه بریم به سمتی یه حرکتای سنگین تر. خب ما دیگه امیر باید به نی پوشاپش دیگه ادامه بدن. خب رسیدیم به پوشاپ معمولی، یعنی شنای معمولی. بازم دستا به این حالت، قشنگ به این حالت که من در تصویر میبینید خودتون قرار بدید و پوشاپ معمولی برید. یعنی این عالیه. حالا میخوام برای امیر امتحان کنم اینو، امیر میتونه این پوشاپ بره یا نه. امیر بفرما. عالی، عالیه. امیر خیلی خوب شده. دمت گرم امیر، عالیه. خب امیر تونست تقریبا 4 تا پوشاپ بره، ولی جلسه قبل هر کاری کرد نتونست یک دانه بره، ولی خیلی خوب شده. دیگه امیر اینقدر باید نی پوشاپ و اینقدر این پوشاپ معمولی رو تمرین کنه که دیگه بره. و من یک کار دیگه برای امیر دارم، باید اینو امتحان کنه تا دستانش خوب قوی بشه و برای پوشاپ معمولی آماده بشه. یعنی من اینو میارم به این اندازه قرار میدم، یک کمی از اون میزی که روش شنای شیبدار میرفت یک کم بالاتر قرارش میدم. آره نه، اینجا خوبه چون میز تا اینجا بود و این یک کمی پایین تره. اینو قشنگ سیست میکنم که شنا بره نیفته. خب بعد امیر میاد دیگه از اینجا امتحان میکنه اینو به این حالات. این دیگه کمک میکنه تا
تا زور پشت بازو باش، چون دو سوم از حجم بازو رو پشت بازو تشکیل میده، بنابراین پشت بازو باید قوی بشه. امیر بفرما. آفرین. خب الان خیلی خوب شد، این دیگه کمک میکنه به امیر که روز آینده بتونه خیلی راحت یعنی پوشاب معمولی رو بره. عالی عالی، حرف نداره. خدای دمت گرم، دمت گرم امیر. امیر خیلی زور زیاد شده، یعنی من خودم باور نمیکردم امیر بتونه توی مدت کوتاهی مثلا زورش اینقدر خوب بشه. ولی بازواش هم دیگه تقریبا 2 سانت تا 2.5 سانت رشد کرده. یه بازو هم بگیر، خیلی ماشاءالله گنده شده، خیلی خوب شده. یعنی دوستا شما مگه میخواین روز برای زورتون زیاد بشه، اول آشپزخانه، یعنی اول غذا. یعنی اگه غذاتون درست نباشه شما خودتون رو بکشید به هیچ جایی نمیرسید. اول باید غذاتون درست باشه، یعنی غذاهایی بخورید که حاوی پروتئین باشه. من از بس سعی میکنم غذاهای امیر رو هم پخش کنم که امیر چی غذاهایی باید بخوره و چی غذاهایی میخوره که بدنش ماشاءالله روز قوی تر و قوی تر میشه. و همچنین تمرینات برای رشد امیر در نظر گرفتم، اونا رو من سعی میکنم داخل یوتیوب قرار بدم. امروز هوا خوبه و سعی میکنم امروز یه فیلمی دیگه نرمشی که برای رشد، یعنی برای دراز شدن قد، برای رشد امیر خوبه، اونو امتحان کنم. امیر توی مدت تقریبا ما اونجا علامت زدیم در حدود 2 سانت تا 3 سانت قدش هم رشد کرده. خب ما رسیدیم به جلو بازو، یعنی بار فیکس با جلو بازو. حالا میخوام امیر امتحان کنیم چند تا جلو بازو میتونه با بار فیکس بره. امیر برو. 1 2 3 آفرین، 4 آفرین، 5 آفرین، آفرین، 7 آفرین، 8 آفرین. نه، یک دونه بیشتر از دفعه قبلش کار نداشت. کار نداشت، اصلا مهم نیست، مهم اینه خب که ورزش کنه آدم، اصلا اشکال نداره. خب امیر تو نیست، یک دونه نسبت به دفعه قبل یک دونه بیشتر بره، ولی یک دونه هم خیلیه. یعنی تقریبا 20 روز پیش من یه ویدیو گذاشتم امیر تو نیست 8 تا بره، ولی الان با زور دیگه فشار آورد یه دونه دیگه زد. خب اشکال نداره، خیلی خوبه، خیلی خوب، عالیه. دوستان عزیز، با بار فیکس شما میتونید انواع و اقسام بار فیکس رو برید. یعنی اگه بخواید جلو بازو با زیر بغل تمرین کنید، به این حالت دیگه کامل بیاد پایین تا این حالت، بعد برید بالا، این عالیه. بعد من چند تا حرکت جلو بازو میرم که برای خیلی ها میتونه این الگو باشه. اگه دستتون برعکس بگیرید، اینجوری هم سرشانهاتون کار میکنه و هم پشت بازوتون و هم جلو بازوتون، یعنی کل این قسمت بدن درگیره، حتی سینهات هم درگیر میشه. پایی دست به حالت بگیرید، بید پایین، بعد برید بالا، این عالیه. این دیگه حتی برای پشت بازوتون هم گفتم عالیه. خب این از این. و خیلی ها اگر واقعا زورتون زیاده میتونه انواع و اقسام بار فیکس برید. بار فیکس به این حالت دستون بگیرید، خب به این حالت بار فیکس برید، یعنی انواع و اقسام بار فیکس. اینا برای بازواتون عالیه، زیر بغل، بازو یا از این زاویه میتونید به این حالت برید. یعنی این عالیه، بید پایین، بید بالا، انواع و اقسام جلو بازو رو میشه امتحان کرد. خب خستگی در شده؟ خستگی در کنش که من صحبت میکنم. دوستان عزیز، اول غذا، یعنی باید اول غذا، هر کس میخواد ورزش کنه اول باید غذا رو راحت کنه، یعنی پیش بعد سوی غذاهای حاوی پروتئین. دیگه منم خسته شدم. خب غذاهای حاوی پروتئین کم نیستن، حبوبات سرشار از غذاهای پروتئینه، یعنی حبوبات سرشار از پروتئینه، گوشت سرشار از پروتئینه، سویا سرشار از پروتئینه، آجیلات، یه مشت بادام زمینی یا یه مشت بادام، یه مشت گردو، اینا سرشار از پروتئینه.
در از این چربی آجراتم چربی سالمه. خب این از برنامه جلو بازوی من با امیر بود با زیر بغل. خیلی خوب رسیدیم به بارفیکس. بارفیکس برعکس، یعنی ما جلو بازو رو امتحان کردیم بعد بارفیکس از این زاویه، یعنی به صورت که من در تصویر میبینید. خب امیر برو ببینیم چند تا میتونی بری. آفرین، خیلی خوبه پسر، عالیه عالیه، خیلی خوب شده. اشکال نداره، خیلی خوب شده. این نوع بارفیکس یکم سخته ولی خیلی خوب شده. من دیگه از امیر خیلی راضیم، یعنی خیلی خوب رشد کرده، دمش گرم، خیلی خوب، عالی عالیه، خیلی خوب بود، یعنی حرف نداشت. خوبه، خیلی خوب. اینم از بارفیکس. خب دوستان عزیز، من این کشو برای امیر خریده بودم که امیر با کش بارفیکس بره. الان من میخوام امیر با کش امتحان کنه. اینقدر امیر باید با کش بارفیکس بره تا دستاش قوی بشه. قشنگ اینجا بگیر. آفرین، برو. آفرین. ببین دیگه کش کمک میکنه تا دیگه پاش شاید آره دیگه دستاش قوی بشه. آره پاتم به امالت خوبه. آره آفرین آفرین آفرین. یعنی سعی کنید وقتی با کش میدید تمام زورتون رو بزنید، هر چند تاک رفتید برید، اشکال نداره. این باعث میشه که دفعه دیگه خیلی راحت تر بتونید بارفیکس برید. آفرین، خوبه، خسته شدی؟ خوبه، اشکال نداره، عالیه. 13 تا رفتی، عالیه، 13 تا، خیلی خوبه. دیگه شما با کش امتحان کنید، اینقدر با کش امتحان کنید تا زورتون زیاد بشه. خیلی خوب، ما رسیدیم به تمرینات با دیگه با امیر اسکوات میریم، چون اسکوات یعنی عالیه. همین به حالت خود قرار بدی و اسکوات با. برو ببین چند تا اسکوات میتونی بری. چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا، ده تا، یازده تا، دوازده تا، سیزده، چهارده، پونزه، شونزه، هیفده، هیجده، نونزه، اینم بیست، بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شیش، بیست و هفت، بیست و هشت، بیست و نو، اینم سی، سی تا، عالیه. خب امیر سی تا اسکوات رفت. نه دیگه قد نکن، میخوام ادامه بدم همینجا. بعد دوستان عزیز بین هم اینا رو جدی بگیرید. خب فکر نکنید اینا مثلا داخل خانه دیگه بدن داخل خانه میشه ساخت. آره ولی ببین امیر خستش، وقت خسته شد، یعنی داره سلولای پاش از داخل داره پارا پارا میشه. وقتی غذا به بدن برسه چیکار میکنه؟ باعث رشدش میشه. الان امیر خیلی پاش قدرت پیدا کرده، یعنی شما هرچی بیشتر به بدنتون فشار بیاد به همون مقدار بدن بیشتر فعالیتش بیشتر میشه و قوی تر و قوی تر میشه. یعنی به بدن شما فشار بیارید، غذا بهش برسونید، دیگه کار تمومه، دیگه بدن قوی تر و قوی تر میشه. شما چی در خانه ورزش، چی در داخل باشگاه، هیچ تفاوت با هم نداره. تازه در داخل خانه شما دیگه وقتتون ضایع نمیشه. بعدش من سعی میکنم بعد از این دیگه وال سیتو برم. وال سیت هم به این شکله، به کنار دیوار میرید به حالت 90 درجه، یعنی الان 90 درجه. الان رو رانهای من فشار خیلی زیاده اینجا، یعنی به حالت بشینید ببینید مثلا شما چند ثانیه طاقت میارید. وقتی ببینید این قسمت ها، یه تیکه این قسمت ها دیگه فشار روی قسمت ها هستش، بخص قسمت ها. اگه میخواین رانهای قوی میخواین این برای شما عالیه. به حالت بشینید. بعد خستگی امیر در اومد، من امیر رو میگم اینجا بشینیم چند ثانیه طاقت میارم. خستگی در کن، خستگی هر وقت خستگی در اومد بهم بگو. نگاه به حالت. من دیگه میشینم ببینم چند ثانیه میشه.
دیگه خودتون حساب کنید. ولی پای من خوبه، پای من قویش، نمیخوام امیر رو امتحان کنم. امیر چند ثانیه میتونه اینجا تا قد بیاره به این حالت کنار دیوار و والسیت. خسته ای در اومد، خیلی بیا حالت 90 درجه. آفرین دستات به حالت، آفرین قشنگ بکش اینجوری، آفرین عالیه. آره خودتو بچسبون، آره قشنگ، آره عالیه. حالا این چند ثانیه میشه؟ تقریبا 10 ثانیه، 20. برو، عالیه، خیلی خوبه، عالیه، خیلی خوبه. یعنی شما کار کنید که هر بار که اینو میرید مدت زمانش بیشتر کنید، یعنی سعی کنید فشار به خودتون بیارید، مدت زمان بیشتر بتونید وایسید. خیلی خوب شده، دستات صاف، به حالت، آفرین. یا مثلا با فاصله، آفرین، عالی، خیلی خوبه. دلت یعنی مثلا باز میتونی طاقت بیاری؟ خب طاقت بیار ببینم از طاقت چقدره. خیلی خوب، الان اینجاش خیلی سفت شده، یعنی اینجا فشار اینجاست، خیلی خوبه. یکی از منم قوی تره، خیلی خوبه. خب خسته شدی؟ نه خیلی. یه امیر خیلی پاش قدرتمند شده، یعنی دیگه دوستا هر کی میخواد چیز کنه، بدنسازی کار کنه، تمرینات پا فراموش نکنید. خیلی از پای من ایراد میگیره چون من استخوانم ریزه، خیال میکنم من عضله ندارم، وگرنه من عضله تمریز هست اما خیلی قدرتمنده. من همیشه پا تمرین میکنم چون اصل تستوسترون از عضلات بزرگ چی میشه؟ آزاد میشه. یعنی پا، عضلات بزرگ داخل پا، همیشه پا کار کنید. من خودم همیشه اسکوات یا پا میرم به این صورت، یعنی به این صورت اسکوات یپا میره، یعنی اسکوات یپا عالیه. دیگه من دیگه حرکت ساده نمیرم، سعی میکنم همیشه اسکوات یپا برم، یعنی اسکوات یپا عالیه. هر کی توانش داره اسکوات یپا بره، و من سعی میکنم برنامه های همیرم از اسکوات یپا رو شروع کنم. خستگی در شد؟ حتی در شد خلا. بیا بریم برای اسکوات یپا. صندلی اینجا قرار میدیم، به کمک صندلی اسکوات یپا میریم. بی حالت خودتون قرار بدید و پاتون سر کنید، نوک پاتون صاف بشه، بی حالت اسکوات برید. بعد بیا پایین بشین رو صندلی، برو بالا. بعد پای بعد نیز عوض کنید، بی حالت. بعد بیا بشین بی حالت. حالا امیر رو بینم چند تا میتونه بره. یکم بر جلوتر پایتو، آفرین، خیلی خوب، برو، آفرین، خیلی خوبه، عالیه. اگر شما قادر بودید 15 تا اسکوات برید اینجوری، بعدش شما آماده اید تا اسکوات یپا رو بیرون صندلی امتحان کنید. تا 15 تا نتونستید برید خواشن اسکوات یپا رو امتحان نکنید که زانوتون ناقص نشه. عالیه، خیلی خوبه، خیلی خوب، عالیه، عالیه. امیر اینقدر دیگه باید اسکواتی اینجوری، یعنی روی صندلی اینقدر اسکوات انجام بده تا نیروی پاش، قدرت پاش زیاد بشه، بعد بتونه خیلی راحت یه پا اسکواتو بدون صندلی امتحان کنه. خیلی خوب، این هم از برنامه من امیر که اسکوات پا رفتیم. من یه سری تمرینات شکم در نظر دارم که با امیر تمرینات شکم خیلی زیاد رفتیم، ولی اینا رو من داخل یوتیوب قرار ندادم، من فراموش کردم. ولی سعی می‌کنم یه برنامه شکمم من با امیر بگیرم، تمرینات که امیر انجام داده اینا رو هم داخل یوتیوب بذارم. دوستان دمتون گرم که تا این لحظه با ما هستید و ما رو حمایت می‌کنید. دیگه برنامه از من، تمرین چی از شما. دیگه خدا نگهدار کلگیتان.